فصل دهم. فرنگیس گفت ای خردمند شاه، مکن هیچ گونه به مادر نگاه. یکی باره گام زن در نشین، مباش هیچ ایمن به توران زمین. تو هر زنده خواهم که مانی به پای، سر خیش گیر و کسی را مپای. اون که پدر من بود در آتشم انداخت، این که پدر توست به جنگم آمده است. باید بروم پیش از آن که به شهر بتازد و مردم را به خون بکشد. سیاوش، سیاوش بیگناه من، من چه باید بکنم؟ اگر من گرفتار شدم از من پشتیبانی مکن، زیرا تو هم به سرنوشت من دچار خواهی شد. هرگز، در شادی با تو بودم، چرا در غم نباشم؟ جهان را پیش چشمشان تاریک تر از شب میکنم. افراسیاب پدر توست، نباید و نمیتوانی با او بجنگی. چگونه پدری است که به شوربختی فرزند خیش میاندیشد؟ فرزندی که در شکم داری بیاندیش فرنگیز. اگر من گرفتار شدم خود را به پیران برسان. او تنها کس از نزدیکان پدر توست که میتوان به او امید بست. نزد او برو تا پهلوانان ایران به کمک تو بیایم. بگذار من هم با تو بیایم. از فراز با روی شهر به بیابان بنگر، تا ببینی تا چشم کار میکند سرباز در آن سوی دیوار هاست. جای تو آنجا نیست. نمیتوانم بنشینم و کشته شدن تو را ببینم. امیدوارم پیران همراه پدرت باشد، او میتواند جلوی این جنگ و خونریزی را بگیرد. با پدرم نجنگ سیاوش، نگذار بهانه ای برای کشتن تو پیدا کنم. با او نمی جنگم چون پدر توست. بنشین به آرام باش، باز میگردم و زندگی تازه ای آغاز میکنیم. بدرود همسرم. سیاوش، گرسیوز، سپاهیان را آماده حمله کن. سپاه آماده است برادر. ما دستور تو گرد از گنجش برخواهیم آورد. میخواهم گنجش را با همه مردمش بسوزانم. اما نه نه نه، دروازه شهر باز شد. آیا درست میبینم؟ آره، دروازه باز شد. بیگمان میخواهند حمله کنند. کمانداران آماده باشند. تیرها در کمان. پس چرا بیرون نمی آید؟ میخواهند ناگهان بیرون بتازند. کسیم از بنگر سواری بیرون آمد. تنهاست. نیرنگی در کار است. دروازه در پی او بسته شد. بگذارید آن سوار به سوی ما بیاید. شاید پیک است. سیاوش است برادر. نگذار پیشتر بیاید. باید باران تیر بر سرش ببارید. نه نه، به او تیر نیندازید. بگذارید پیش بیاید. درود بر شهریار. درودت از سر دروغ است. من پاسخی به این درود نمیدم. چه پیش آمده شهریار که با لشکر به اینجا آمده ای؟ آیا دشمنی در اینجاست؟ دشمن من توی سیاوش. تو را گرامی داشتم، دخترم را به همسریت در آوردم و فرمان روایی این سرزمین ها را به تو سپردم. اما تو چه کردی؟ به دشمنی با من برخاستی. چه کردم که بر آن نام دشمنی میتوانی گذاشت؟ اگر دشمن شهریار نیستی، چرا زره جنگ پوشیده ای؟ چرا شمشیر بسته ای؟ چرا بر اسب جنگی نشسته ای؟ تو سردار گرسیوز، مگر مرا از خشم شهریار نترساندی؟ مگر نگفتی به دیدن او نیا که تو را خواهد کشت؟
به او بگو که من دشمن او نیستم. شهریار دشمنی بزرگتر از تو ندارد سیاوش. شاید همه این آتش ها را تو برافروخته ای. شهریار گوش کن، این گرسی وز بود که گفت تو میخوایی مرا با فریب نزد خود بکشانی و بکشی. او مرا از تو بیم داد. گناه خود را به گردن دیگران بینداز این ناسپاس. اگر سر دشمنی با شهریار نداری، دیوار و باروی این گنگش را برای چه این گونه استوار ساخته ای؟ میخواهی بیرق شهریاری بر افرازی و گنگدج را حصار استوار خود کنی؟ من روزی که به توران آمدم با شهریار پیمان بستم که هرگز با او دشمنی نکنم و همیشه بر سر پیمانم ایستادم. شنیدم که از چین و ماچین پیک و پیام برای تو میرسد. اگر هوای شهریاری نداری، آنها نزد تو چه میکنن؟ چینیان از من چیزی جز هواداری از شهریار ندیده و نشنیدند. من هرگز با توی شهریار نمی جنگم، چون پدر فرنگیسی. اگر سر جنگ داشتم، یک تن از شما را زنده نمی گذاشتم. من دست پرورده رستم دستانم. مرا از رستم میترسانی، جوان کنادان؟ اکنون این شمشیر من، آن را از دست می اندازم تا بدانید که هرگز نخواهم جنگید. دستگیرش کنید. چه گناهی کردم؟ آرزوی جانشینی شهریار را داشتی، گناه تو این است. من پسر کیکاووسم. اگر شهریاری می خواستم در ایران زمین می ماندم. او را به تو می سپارم گرسیوز. ببر، به هر گونه که میخواهی بکش. پیران کجاست؟ او را بخوانی تا بر بیگناهی من گواهی دهد. او را در پی من بیاورید، بر زمین بکشید و بیاورید. رستم دستان چین مرا از شما خواهد ستاند. روز روشن را پیش چشم شما تیره خواهد کرد. چه میخواهید؟ به زمین بکشید. خانت برگرد فرنگیس. پیش از آن که آتش خشم من بر تو بگیرد بازگرد. باز نمی کردم. باید به من بگویی گناه او چه بود؟ گناه سیاوش من چه بود؟ از شوی از سخن مگو خیر سر. من پدرتم. آنچه من می کنم بی سخن باید بپذیری. چرا باید ستم را بپذیرم؟ چرا باید دروغ را بپذیرم؟ اینک شوی از دست داده ای و پریشانی. شوی دیگری برایت خواهم یافت که آرام بگیری. تو در میان این نامردان که گرد تو را گرفتند نمرد، که نیمه مردی بیاب تا من تن به زن و شویی دهم. مردی مردانه چون سیاوش را میکشی و مرا به شویی دیگر نوید میدهی. تو ستمگری افراسیاب، تو خونخاری افراسیاب. دهانت را ببند گستاخ پست پلی. دهانم را نمیبندم. به تو میگویم آن چه باید بگویم. تو پستی افراسیاب، تو پلیدی. تو به جوانی که از او پاکتر در همه هستی نبود دروغ بستی. تو مرا که دختر تو هم میخانمان و پریشان کردی. نه تنها من، که فرزندی که در بطن دارم را نیز بی پدری کردی. هرگز گمان نمی کردم مرا که پدر تو هم رها کنی و سیاوش را برگزینی. چشمانت را از چشم خانه در می آورد. آهای تورانیان، من سیاوش را بر نگزیدم، بلکه راستی و درستی و پاکی را برگزیدم. آری آری، چشمانم را از چشمخانه در آورد تا دیگر تو را نبینم. فرزندی هم که در بعد دارم بکش تا روزی به اون نگویم کشنده پدرش کیست. ایسوی این درید چشم خیر سر را ببرید و او را بزنید. چنان بزنید که فرزندش در بعد بمیرد. را به من نگاه میکنید؟ فرزند من است، باشد. دستور من این است او را بزنی. دست از من بردارید ناجوان من را، رهایم کنی. او را بزنی با قرصای چوبین آهنین بزنی تا فرزندش بمیرد. دریغ از من که امید تو را بدر نمیدن. تو دیدی
درنده ای افراسیاب. سیاوش را کشتم برادر. ها؟ این فرنگیس است؟ از هوش رفته؟ چه بر سر او آمد است که این گونه خونین است؟ همینجا در بیابان رهایش کنید تا بمیرد. با گنگدش چه کنیم برادر؟ آن را با خاک یک سنگ کنید. نمیخواهم نامی از سیاوش بر جای بماند. ای لشکریان، دستور شهریارتان افراسیاب هراس‌انگیز را شنیدید. مردمان را از گنگدش بیرون بیاورید و شهر را با خاک یکسان کنید. آن را با مردمانش ویران کنید. آنها هر جا بروند از سیاوش خواهند گفت. نگذارید کسی زنده بماند. نپیش سپاهیان توران، دیوارهای شهر را بر سر مردمانش ویران کنید. نپیش. یزدان با پشمانم را از من بگیر تا نبینم اون چرا میبینم. کسی تو؟ منم پیران، پیران ویسه. توی فرنگیش در خاک و خون. خداوند این توی که زیبایت رشگف برشتگان آسمان بود، با تو چه کردن؟ چیزی نمیبینم. خون از سر رویت بر چشم ریخت. همین که شنیدم افراسیاب به اینجا تاخت، خود را به اینجا رساندم. دیر کردم فرنگیز، دیر کردم. سیاوش را کشتند پیران. میدانم، آنجا که خونه او بر زمین ریخته بود دیدم. آنجا گیاهی رویده بود. خونه او نخواهد مرد فرنگیز. برا همینجا بگذار و بگذر پیران. جهان بدون سیاوش برای من تاریکست. من از افراسیاب خواستم تو را به من بسپارم. میخواست بگذارد همینجا بمانی تا بمیری، اما من نمیگذارم. سیاوش پیش از رفتن به من گفت جز تو از کسی پشتیبانی نخواهم. من بودم که سیاوش را برانگیختم تو را از شهریار خواستگاری کنم. من خود نیز پشتیبان تو خواهم بود دخترم. همسرم گلشهر تو را چون دخت خود دوست می‌دارم. برخیز، برخیز، برخیز. کودکم در بطنم تکان نمی‌خورد. اگر یزدان پاک بخواهد زنده می‌ماند. باید هرچه زودتر خود را به گلشهر برسانیم. او بهتر از هر زنی می داند برای تندرستی تو و کودکت چه باید کرد. برخیز، برخیز. می خواهم اگر سیاوش را پیدا کنم باید او را به خاک بسپارم. او را به خاک سپارم. اینک باید در اندیشه خود و کودکت باشی. سیاوش اگر زنده بود همین را از رو می خواست. برخیز، تو باید زنده بمانی فرنگیز. آری باید زنده بمانم برای کودکم که کودک سیاوش است. اما زندگی نخواهم کرد. دل من هم که رایزن افراسیابم چون تو شکسته فرنگیز. آرزو داشتم سیاوش میماند و این جنگ بی پایان میان ایران و توران را دوستی و آشتی و مهربانی میشد. سیاوش من، زنده میمانم تا فرزند تو را آنگونه بزرگ کنم که تو دوست داشت. این زن کیست که ناله کنند این سو میآید؟ به گم شدگان میماند.
آی زن، چه میخوایی در این بیابان تاریک؟ با تو هم؟ من رخشانم، کنیز سرورم، سیاوش. نام تو را از سیاوش شنیدم. تو را از مادر به دنیا آوردی. آری بانوی من، من او را از مادر به دنیا آورده و همراهش بودم تا نزد رستم دستان رشید شد و ببارید. از پیشگاه کیکاووس شاه خود را به دینجا رسد که همچنان نزد او باشم. دیر رسیدی کنیزک، دیر. میدانم سرور، امروز در این دشت بسیار گریستم و خاکش را بر دیده مانیده. شنیدم که افراسیاب چه بر سر بانویم فرنگیز آمده است. آمدم تا کنیز او باشم. منو بپذیرید بانو. تو روزی سیاوش را از مادر به دنیا آوردی، اینک با من باش تا فرزند سیاوش را به دنیا بیاورد. رخشان، آمدن تو نشان آن است که فرزند سیاوش چون پدرش دلیر و فرهمند خواهد بود. میدانم که افراسیاب همیشه در پی این کودک خواهد بود. تو اگر به دنیا آمد او را بیابد و بکشد. باید هرچه زودتر از این بیابان دور شویم. برخیز. چه میخواهی در این نیمه شب پیرم؟ خوابی بس شگفت دیدم گلشن. خوابت رو نگه دار تا بام دادن، باید بخوابم. خواب سیاوش را دیدم زن. سیاوش چه دیدی؟ دیدم که ناگهان همه خانه پر از نور شد. مردی از در به درون آمد با شمشیری از نیام برکشیده در دست. نور از آن شمشیر همچون خورشید میتافت. چون به سیمای مرد خوش نگریستم، دریافتم سیاوش است. به سوی او رفتم، اما او شمشیرش را به سوی کشک فرنگیز دراز کرد. نمیدانم چه میخواست بگوید. کودک فرنگیز امشب زاده میشود. کجا میدونی؟ و شمشیر نشان آن است کودک شیرگیر رو دلیر به دنیا میآید. باید به کوشک فرنگیز برویم. نمکنون نیمه شب از گلشه کودک به دنیا میآید. کودک در حال دنیا آمدن. صدای فرنگیز است، میشنوی؟ ناله فرنگیز است. زود باش گلشه، زود باش. رخشان آنجاست، نگران نباش. آمدم فرنگیز، آمدم. بیایید به شتابید، زادن کودک نزدیک است. همین جا به من پیرون بیایید. او را زنده نگه دار یزدان پاک. از تو میخواهم یزدان پاک، این زن را زنده نگه دار و کودکش را تندرست بدار. گلشهر ایران به دنیا آمد، زنده و تندرست. پسر یزدان پاک را سپاس. کیخسرو نامی برازنده برای اوست، همان نامی که سیاوش برای او برگزیده بود. او همان شمشیر رخشان است که سیاوش آورده بود. نگاهش کنید، سیاوش است که بار دیگر زاده شده است. آه چه زیباست، به راستی که گویی سیاوش است. خوش آمدی کیخسرو، خوش آمدی.
باید اون را پنهان کنی. افراسیاب از زادر و آگاه شود به دنبالش میفرستد. کودک یک روزه رو چگونه میخوایی پنهان کنی پیران؟ او و فرنگیس را باید به کوهستان بفرستیم، نزد چوپانان من. در اونجا بی نام و نشان خواهند زیست تا که خسرو ببالد و بزرگ شود. پس آماده باش رخشان، همین که فرنگیس اندکی نیرو گرفت باید همراه او به کوهستان بروی. به زودی باید به کوهستان برویم. کی خسرو، میدانی کوهستان کجاست؟ جاییست که رمه و ستوران در آزادی میچرند و ابرهای آسمان به زبین مهربان و نزدیکتر. ستیق کوها به تو سربلندی میآموزند و آسمان پاکی. تو خواهی درخشید کی خسرو، فرزند پهلوان سیاوش. ای خسرو در نزد چوپانان کوهستان بالید و بزرگ شد. در 10 سالگی چنان نیرومند بود که به شکار خرس و گراز و پلنگ می رفت. چون به جوانی رسید، افراسیاب او را به نزد خود خواند. پیران به کیخسرو آموخت که برای رها شدن از خشم افراسیاب خود را به دیوانگی بزند. کیخسرو چنین کرد و افراسیاب دست از او برداشت. پس از مرگ کیکاووس، پهلوانان ایران کیخسرو را به شهریاری برگزیدند. گیو پهلوان به توران رفت و او را به ایران آورد. کیخسرو شهریاری بس نیکوکار و پرهیزگار شد تا آنجا که از بیم در افتادن به گناه و آزار مردمان دست از شهریاری شست و به کوه رفت و همانجا در برف ناپدید شد. اما سوگ سیاوش، جوانی که پس از سهراب چشم و چراغ ایرانیان بود، سرچشمه افسانه ها و داستان های بسیار شد. سوگ تلخ آن جوان که جز پاکی و پاک دامنی گناهی نداشت از یاد رفتنی نبود. گفتند از آنجا که خون سیاوش بر زمین ریخت، گیاه پر سیاوشان روید. سوگ سیاوش همیشه چون جویی از اشک و خون در سرزمین فرهنگ ایران روان است. چون این است کار سپهر بلند، گهی شاد دارد گهی مستمند. گر ایوان من سر به کیوان کشید، همان زهر گیتی بباید چشید. نگر تا چه کاری همان بدروی، سخن هر چه گویی همان بشنوی. درشتی ز کس نشنود نرم خوی، به جز نیکویی در زمانه مجوی.